La la la. سلام. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. بابا برای اون وعده بی ببخشید دوستان، یه خورده من با رینگ لایت به مشکل برخوردم. الان خوبه؟ الان خوبه؟ الان خوبه نوره؟ نه، this page isn't working. من همیشه با این اینترنت به مشکل برمیخورم، همیشه خدا. یه بار نشد من یه غلطی بکنم اینترنت به مشکل بر نخوره. میدونی چرا مردم برای فاتحه دادن دوبار میزنن رو قبر؟ شما میدونین؟ نه چرا؟ برای اینکه روح مرحوم لایک شه. تو ایران قبل از اینکه این چرت و پرت تو اینستاگرام مود بشه، تو خود قبرستونای ایرانی مود بوده. دوبار میزنیم رو قبر لایک میشد. میدونی به یه کرم متواضع چی میگن؟ نه چی میگن؟ کرم خاکی. خاک بر سرت واقعا، خاک بر سرت. این چه زن کثیفی. اگر از این میمام دارین تو دایرکت اینستاگرام که تو دیسکریپشن حتما برام بفرستید که ببینم. اینا چی هم آخه؟ وقتی که پدر و مادر بهترین دوستت بهت میگن تو دیگه مهمون نیستی، تو عضوی از خانوادهمون شد. شاید واقعا جزی از خانواده شی، کی میدونه؟ ها تا حالا تست دی ان ای دادی؟ وقتی مامانم یه رازی از من رو توی جمع لو میده، منم نمیتونم هیچ گویی بخورم. آخه مامانه، آخه مامانه، تا رو به قرآن مشکلتون چیه آخه؟ ما این فرزنده بدبختی که بچه همه سب کنی، سب کنی، خواهش با بیلزه سب کنی، سب کن. همه هم میدونیم عید نزدیکه و یک هفته دیگه سال تحویل میشه و میریم سال 1401 و من اولین یوتیوبری هستم که دارم پیشا پیش بهتون تبریک میگم، پس لایک کن. و میدونیم که وقتی میرین مهمونی خونه اینو اون مادرتون یه رازی از شما داره که لو میده. نمیدونم تو بچه که گو میکردی، پوشاک عوض نمیکردی، جیش میکردی، ان میکردی، گو میکردی، همه چی رو میده. به فک فامیل، به خواهر، برادر، همه به همه به همه لوم، به خاله، عمو. یک نفر یک چیزی بهت میگم، قول بده عصبانی نشی. منی که همینجوری عصبانی. آخ نازی، ناراحت این چرا؟ خمار این دختر. کمتر از یک بعد دیگه موقع عید نه. یک هفته مونده خاک تو سرت کنن. یک ماه نه. یک هفته مونده خاک تو سرت کنن. این پست رو یک ساعت پیش آپلود کردی. یک هفته دیگه مونده. احمق، یک ماه چی؟ تو کجا زندگی میکنی؟ کار آخر. بچه فامیل. گیشید بیزی داری؟ من فقط بچه فامیل میخوام نزدیکم بشه. ولی خانواده‌اش نباشه. خانواده نم. فقط خودش تنهایی نزدیکم بشه. من میخوام. وقتی میخوای جلوی مدرسه دخترونه کلاس بذاری. ولی تک چرخ میزنی و میخوری زمین. وقتی به مامانم میگم بین خودم بمونه، مامانم خاله، این همون قضیه عید دیدنی است. یک هفته مونده بدبخت میشین. هر رازی دارین، هر رازی داری مادرتون لو میره. بعد علاوه بر مادرتون یک زن غریبه هم تو اون جمع وجود داره، نمیشناسی و نمیدونی از کدوم گوری پیدا شده و میاد بهتون میگه من بچه بودم کولتو شستم. بهتون قول میدم من این پیشبینیایی که من دارم بهتون میکنم به قرآن راست میگم، باور کنید. وقتی بچه فامیلو مثل سگ میزنی پدر مادرش میبینن، به حضرت عباس خودش افتاده. بچه های فک فامیلو گیر بیارین، یه جا برین تو اتاق خفتشون کنین. طنز سیاسی دیگه چیه پدرست؟ این کجا سیاسیه؟ اگه بچه های فک فامیلت سیاست مدار باشن، آره میشه طنز سیاسی. وقتی دبیر زبان میگفت باید جوری تلفظ کنی بین ت و س باشه. هنوز من تو تلفظ تی و اچ مشکل دارم. سیتیه مشکل دارم، میبینی؟ شیطان. استاد بس بس بس، شیطان پرستی شد. برای چی آوردن جهنم پسر؟ من نور گوشی مامان بزرگم رو کم میکردم و برای درست کردن جزش پول میگرفتم. میشه میشه همین کار میکنیم. از فردا میزنیم نور گوشه مادر بزرگمونو کم میکنیم و ازش پول میگیریم تا درستش کنیم. من در حال نگاه کردن به نمره صفری که معلم داداشم به تکلیف ریاضی که من برا شب حل کردن داده. تو از داداشت گافتری، یعنی میمونتری، خاک بستر دیگه. گاز ورمه، آره گاز ورمه دیگه. زهرا دیگه داری زور میزنی بره اکسپلور، داری زور میدی بزن کپکپ. میدونی شیطان پرست دوباره اینو میدونی شیطان پرستا وقتی یه کار خوب میکنه چی میگن؟ چی میگن؟ استقلول شیطان. گوساله ای مگه؟ طنز سیاسی. فکر کنم این پدر ساگا تا نگن طنز سیاسی اصلا ایناشون اکسپلور نمیره. دوستم با دوست پسرش یه ماه با هم دوستن، بعد رفتن اینا رو برای بچه های خیالیشون محمد ارشم خریدن. میدونی این قضیه کجا دارک میشه؟ اونجا دارک میشه که من برای عروسک خیالیم لباس خریدم. دارک نشده واقعا، دارک نیست. من فقط ستیک لباس دارم، همونا رو هی میشورم میپوشم. یه لحظه فکرم اینا اسپرمن. پیج های انگیزشی. هیچ چیز در سال جدید اشتباه پیش نخواهد رفت. سال جدید نه امکان نداره خدای من، این اصلا این دنیای موازیه.
اون سالی که این اتفاق بیفته اون سال نحس‌ترین سال دنیاست. نوکیا بشکنه من میرم میمیرم. این چطور شکسته؟ فیک دوستان. نوکیا هیچ وقت نمیشکنه. از آجر قوی‌تر نوکیاست. حتی میشه برای ساختمان‌سازی از نوکیا استفاده کرد. امکان نداره. این اتفاق بیفته قیامت شده. قیامت شده. میتونی کار کنی که زن عمو می فراموش کنه که اون واقعا زن عمومه؟ هی 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 فهمیدم پدر سگ هیز پوفیوز. این پوفیوز نیست. تو پوفیوزی. تویی که این میمو ساخته خیلی هیز پوفیوزی. پدر سگ پوفیوز. اوکی یه کاری میکنم زن عمو می فراموش کنه که زن عمو میته. اون وقت چی کار میکنه پدر سگ؟ آه اینجاشو فکر نکرده بودی که زن عمو میت جوونی یا پیر ها؟ وقتی سرعت نر مامان بابا چرا کشاله؟ چون خیلی فکر میکنه سر کار. پس چرا تو اینقدر مو داری مامان؟ چون مامان سر کار فکر نمیکنه. اصلا مامانش کار نمیکنه. من 4 ساله که فکر میکنم هیچ کس منو تو قایم موشک پیدا نمیکنه. من از وقتی میفهمی واسه وارد شدن به بعضی از سایت‌ها دیگه نباید سنتو بیشتر بزنی. وای هنوز کار داره که یه روزی سایت‌ها بفهمن که من واقعا ربات نیستم. اون روز من شیرینی میدم به همه. من در حال گشتم واسه یه دلیل منطقی برای ارتباط با بقیه. نه جز قضا هیچی نمیبینم. من وقتی کوچیک میبینم. من وقتی بزرگ تو هیزی پدر سگ. من زیر صد ببینم وسوسه نمیشم. خدا برای هیچ کس نیاره. برای هیچ کس میاره. من یک نقاب بتمن از اینترنت سفارش دادم و این چیزی که اونا واسم فرستادن بیشتر داکمنه. نمیدونم چی این کتمنه احتمال. این چیه داداش؟ دماغت مشکل داره. دماغت اونقدر گنده زدی ترکوندی نقاب رو دیگه. بعد چیکار کنیم؟ ما چیکار کنیم؟ آها پدر سگ. مسیر طولانی به سمت هوایی پرواز کردم تا از بودن توی ساحلش لذت ببرم. اینم از ساحل هوایی که پکاکا تو گو میخوری. بچم چیزی حدود 94 دلار با اپلیکیشن گوشی میامه پیتزا رو یه جا سفارش داد. تو جای من باشی چیکار میکنی؟ حقیقتا هیچ کاری نمیکنم پدر سگ پوفیوز. 94 دلار برای تو آمریکایی احتمالا اندازه 100,000 تومان برای ما پول ایرانی هست. اونه اون بچته؟ اون بچت پدر سگه. سگی تو سگ اون بچته. بچت پدر سگه. اون چطور اصلا میتونه با گوشی سفارش بده اصلا؟ از اون چطور رمزی کارت تو میدونه؟ تو پدر سگی. این سگه بچه‌ها پدر سگی. تو کامنت ها بگی پدر سگ این. از مذرات نور خورشید. داداش این نور خورشید چیه؟ این نور شمشیر جنگ ستارگانه. این با لیزر جنگ ستارگان زدن کیبورد نصف کرد. نور خورشید چرا گو میخوری پدرسگ؟ هیچ نور خورشیدی اینجوری نمیتابه. خفه شو تو لیاقت اون گوشی رو نداشتی پدرسگی. تو هم پدرسگی. تو هم بینم بگی اینم پدرسگه. قیافه من وقتی بچهای فامیل میرن سمت وسیله نقاشی. خب من نقاشی نمیکشم مرتی که پر. این میم به ما ربطی نداشت. تو هم پدرسگی. اینم پدرسگی. بینم فوش بریم. وقتی واسه اولین بار میام با یه بچه گرم بگیرم. دیدی باش خود گرفتی بچه فامیل. این بچه فامیل پدرسگه. پشت اون فامیل پدرسگتر از خودش نشسته و چیز میکنه. از اون کارهای عجیب غریب میکنه که میخوای یه چک بزنی تو دهنش ولی فکر کنه پدر مادر پدرسگتر از خودش نمیتونی بزنی. اینم پدرسگه. اینم تو کامنتا بگی پدرسگه. همه اینا پدرسگن. اوکی امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر اونا پدرسگن و واقعا موافقین پدرسگن تو کامنتا بهم بگین و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. خدافظ. خدا نگهدار.